اساسا انقلاب اسلامی شد برای اینکه مردم عدالت رو و پاکی رو و اخلاق رو ببینند پایان همه چیز اخلاقه این قیام و نهزت و حرکت و انقلاب و تلاش و جهاد و کوشش و میدان جنگ و همه تهش اخلاقه اگر اخلاق درست شد همه درسته اگر درست نشد همه اونها کم ارزشه یا بی عرزشه. به همین دلیل پیغمبر به اونهایی که از میدان جنگ سخت برگشته بود فرمود شما از جهاد اصغر برگشتید و بقیه علیکم الجهاد الاکبر اون جهاد مهمی که براتون باقی مونده میدون جنگ نیست مبارزه با آمریکا نیست مبارزه با استکبار نیست مبارزه با تروریسم نیست از اونها بالاتره اون جهاد اکبره جهاد اکبر یعنی همون اخلاق حسنه یعنی مبارزه با هوای نفس خب اون هدف نهایی ما هست اگر هدف نهایی ما جامعه پاک و حیات طیبه هست پس راهش اینه ما با فساد با رانک با همه مشکلات به جنگی مبارزه بکنیم چجور امکان پذیره؟ نه قوه غذاییه به تنهایی میتونه اینا رو از بین ببره نه دولت به تنهایی میتونه همه با هم باید این کار رو انجام بدیم ما لوایح مهمی رو به مجلس شورای اسلامی دادیم هم برای شفافیت هم برای مبارزه با فساد هم در بحث تعارض منافع خب اینا رو باید با هم بشینیم تصویب کنیم حالا ممکنه برخیش انشاءالله تو همین مجلس تصویب بشه برخیش بمونه برای مجلس بعدی پس همه با هم باید در این زمینه تلاش بکنیم و این برای ما مهمه